چطوره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. میای بالای پروگرام مایکروسافت اکسل تا کاندیشنال فرمتینگ خلاص کردی، فرمت از تیبل به نظر میکی؟ نخوانده درسته یا نه؟ فرمت از تیبل که هسته؟ فرمتی برای تیبل هسته، یعنی خلاصه همین فرمت شما یکی فرمت یکی تیبل میتونید دستی فرمت بدید، یکی به صورت مجموعی میتونید فرمت بدید. دستی چی هسته که صاحب مون نظر انتخاب مونی، مثلا بدل خواهی خود رنگ سرخ میگیری، سیاه میگیری، هر چی گرفتی. ما یک جدول پیدا کنم از قسمت اول شقه نتایج نه کپی اف تایم کارت نم فرم مای پرچیز شو خا اتندنس یه جنیا یک خبر دارید اگر نباشه کمپیوتر باز نمیشه. اوریج اند کامتیف اینی هسته. این فرمت دستی چی هسته که ما این از این چپ کلیک ما کم میگیریم انتخاب مونم میم در قسمت این اینجا شادو بود ما شما خواندیم یا فل کالر بود که از این یک رنگ برای خوش میگیریم. اما اویی که شما تیبل بستر انتخاب مونید یا یک صحیح انتخاب مونید این رقم مثلا می در قسمت فرمت از تیبل اینجا فرمت های خیلی زیاد وجود داره که هر کدام میذاره میتونی بالا یک جدول خواه اپلای بکنی و ممکنه خیلی وقتا از این استفاده کنی. زمانی که انتخاب مونی بود اوکی ببین تیبل شما در اصل به این شکل تبدیل میشه. اما یک چی که دیگه هم داره به نام کالم یک کالم دو ایره به نام فیلتر میگه. خب برای شما فیلتر باتون هم میزنه. فیلتر باتون در این کار نمیده، در این جدولی که ما جور کردیم کار نمیده. در جدولی که مثلا دیگه قسم باشه، سالری داشته باشه، اوور تایم داشته باشه، نام یک پروژه معلوم باشه، اونو رو شما میتونید که مثلا فیلتر بزنی درشی. از جمله مثلا از اینجا فیلتر میزنی یا از اینجا فیلتر میزنی یا در جایی که فیلتر میزنی فرق نمونه بازی فیلتر رو میتونی شما این از اینجا میزنی در قسمت این از فیلمه ای چی ببخشی در قسمت سورت فیلتر اینجا می سری فیلتر باتون کلیک و ای فیلتر باز از اینجا خوبتر است. قشنگ شه اینجا است. مثلا میگی صد نمره ها را یک جایی که سلکتال گل منی میگی صد نمره ها را به ما لیست کو. هر چقدر نفر که صد نمره ها باشه او را برای شما لیست نه. یا مثلا در پروژه هایی که بسیار کلان در موسسه ها شرکت ها ممکنه مثلا جدول مصاریف درآمد شما داشته باشید، یعنی آیی تو مصرف داشته باشید، یک جایی چه نوشته منی یک ستونه به نام پروژه پروژکت، نام هر پروژه‌ای که شما از او آیید منی یا هر پروژکتی که مصرف منی نام از او پروژه را اینجا ثبت منی. ادامه هم دست ثبت کرده موری مختلط، ولی آخر سر همه چیز در یک پروژه مثلا میدان فیلتر منی، پروژه دایکنده را فیلتر منی، پروژه کابل را فیلتر منی. این فیلتر باتون در اونجا خوب است، اما در اینجا زیاد باز در این رقم جدول زیاد کار نمیده به خاطر که ما نمیخوایم صد نمره ها خود مهم نیست برای ما. یعنی یک نفرایی باشه که اینجا یک بسته مثلا جدا بسازه یا مثلا پروژه را جدا بسازه یا مثلا فیصدی ها را جدا بسازه، یعنی کارا خوب است فیلتر باتون. پس از قسمتی فرمت از تیبل شما این کارا را میتونید، اما میتونید ساهای خاص هم یک جدول یک سل یک روی خاص هم شما انتخاب کنید به حضور از این قسمت هم میتونید. از قسمت استایل هم میتونید مثلا مثل عالی بالای هر کدام از این ماوس پوینتر را نگه میداری این رقم برای شما یک استایل یا یک رنگ سید نه این کار از اینجا میتونید هر رقمی که باز شما خوش بودید. تازه اینجا گفتن نیو تیبل استایل، یعنی یک تیبل جدید هم برای خود میسازی. نیو پاور تیبل استایل که پاور تیبل استایل از قسمت منوی انزه تا حالا ما شما نخواندیم. خواه اینجا که خواندیم یعنی یک تیبل خاص برای ما شما تیبل ها را تجزیه هم نداره اصلا. پس میم در قسمت فرمت از تیبل خو خلاص شد و در قسمت سلچ که میم سلمون رو مگه پسته مثلا این رقم باشه این رقم باشه این رقم باشه به اساس فیصدی تمام خلاصه نمونه ها هسته بسیار ساده هسته هر کدامی که شما مضبوطتر بالایش نگه میداری برای شما اموره انتخاب مونه مثلا مثل عالی خیلی ساده نیست. و نیو تیبل استایل بیا که از نیو برای شما جور کنیم. نام برایش میدی مثلا من نام میدیم برای تی اس تی تست سری فرمت چی کلک مونم فرمت برای خود خوشونم که عموما فرمتش شما خواندید از قسمت فونت میتونی فونت بگم بولد ایتالیک باشه، سایش 12 باشه، رنگش برنگی مثلا اینی رنگ باشه، بعدش کلیدی اوکی، بازم کلیدی اوکی. این اینجا یک چیز به نام تست سایکو جور شده. حالی که بالاش ماوس پوینترمو برام سایکو تغییر کرد یا نکرد. بالاش راست کلیک کنم ببین چه آپشن داره. اپلای تایید مونه میدیفای میگم رنگ از اشتباه شده، یعنی پس دوباره تغییرات میاری میگم از جمله این رنگ نباید باشه، از جمله رنگ سرخ باشه، بعدش میگیم اوکی، بازم میگیم که اوکی. زمانی که بگم اوکی ولی سر تست کلیک کنم ببین رنگش سرخ شد یا نه، بازم سر از کلیک مونیم دوپلیکیت. دوپلیکیت چی هست؟ تکرار یک دانه، یعنی یک دانه از این نمونه جورنم تست یک داشتم تست دو رو جورنم میخوایم مثلا. سر از کلیک مونیم دلیت، یعنی اگر خوش نداشتم میگم دلیت، دیگه اگر خوش داشتم میگم اد گالری تو کویک اکسس تول بار. گالری چی هست؟ این قسمت به نام گالری یاد نه اینجا برای خود چی مونی دائم ثبت مونی. پس راست کلیک دلیت هی دلیت میشه. این هم آسان بود نه. اما من یک چیز دیگه به نام سل، سل زیاد کاربردی زیاد مهم و آسان هست. انزرت داره دلیت داره، این دو تا آپشن را
شما از دو جای در تیبل ها و در سل ها و در روها میتونی کار کنی، یا در شیت ها از دو طریق یا از سه طریق. مثلا نوشته انزرت، انزرت خوشید درج کردن منم دیا گفته انزرت سل، یک دونه چی ایجاد نه برای ما سل، انزرت شیت رو یک دونه چی ایجاد منم رو. خیلی وقتا که هست مثلا ما میگیم در مابین زمین روها یک دونه روی دیگه می ایجاد شوه، پس میگیم سری انزرت کلیک مونیم ببین یک رو ایجاد کرد که نمی کارش. تا حالا ما شما رای میون برش گوجو هست راست کلیک میگیم انزرت انتر رو، چند طریقه شد؟ دو طریقه، یک از اونجی یک از اینجی که زیاد مهمه مثلا در یک جدولی که شما دستکاری کنی یا کار کنی بدون از همین چیزا پیش نمره. انزرت شیت کالم چی ایجاد می‌کنه برای ما؟ یک دونه کالم ایجاد می‌کنه. کالم را شما از این طریق هم می‌تونی انزرت گزینه کالم انتخاب، بعدش میگی اوکی. بعد اگر بخوای از اینجا ایجاد کنی میگی انزرت کالم برای ما ایجاد شد، باز کنترل زی. دیگه چی گفته؟ انزرت شیت چی ایجاد می‌کنه برای ما؟ شیت ایجاد می‌کنه. من از اینجا کلیک کنم ببین شیت 6 جور کرد، شیت 5 جور کرد، 6 جور کرد، نمی‌فهم ادامه شیت من شیت بودم بودم شیت اینجی حتما اینجا جور کرده خواهم. یعنی اگر سر شیت 6 کلیک کنم این شیت باز از اینجا هم میتونی شما ایجاد کنی. این سر دیگه علامه مثبت کلیک کن، شیت 8، شیت 7 ایجاد کرد، پس شیت 8 شد. بازم اگر بخوایم شیت همون طریقه هم دادم بره و این کار شما از کجا میتونید؟ بازم از همینجا میتونی. شیت یکی ایجاد کردن یک شیت جدید شما ایجاد مونی، یکی کپی از اون شیت هست که بیشتر مقصود از من پرسان کرد، بالاش راست کلیک مونی موور کپی که زیاد در پروژه شما استفاده میشه. یک دونه رو تنظیم مونید برای چندین ماه، برای چندین برج، برای چندین نفر، فکر کرده کار شما میه برای چندین نفر، چندین ماه، چندین سال اگه با کار شما میاد، شما حتما گزینه موور کپی رو بگیرید. شیت مورد نظر شیت چند دسته برای فعلا؟ 6. ببین 6 حتما از لیست انتخاب کنید. گزینه کریت ا کپی رو نزنید، برای شما کپی نمونه ها. اینو که بزنی بعدش بگی اوکی، عین از همین چیزی که داشتید 6 شما محتویات داری عین از همین دارید. ولی اگر مثلا حاضری باشه یا نام نفر باشه فکر کو یا یه چیزی که قابل تغییر باشه، شما فقط داخل جدولشو تغییرات بیار برش. مثلا اینمی فکر کن نام نعمت حسین هست، این دفعه نام احمد و محمود نوشتم برام. فقط جدول و ست و پرنت و فرمولا و همه چی هست. این خیلی راحته برای شما، اما نشه که یک وقتی جدول شما نیمه کاره باشه شما مرور کپی بزنی. نیمه کاره اگر باشه فکر کن 12 ماره شما اگر نیمه کاره کپی کنید 12 دفعه باید جور کنید. آره. یعنی 12 دفعه باید تنظیم کنید. یه خبر دارید نه تا حالا فهمید؟ یک دانه را خوب اساس تا که تایید نشده هیچ وقت تنظیم نمونید. زمانی که تایید شد مور کپی کرده برو دیگه. آره چون اگه اینجا درست بود در اینجا هم درست میه، اگر درست نبود درست نمیه دیگه، خراب کپی کرده مورید، تکثیر کرده مورید تا آخر. پس موضوع کپی و انزرت کردن یا درج کردن بود. دیگه چی هست؟ دلیت، دلیت سل، دلیت شیت روز، دلیت شیت کالوم، دلیت شیت. اما در دلیت سل و در دلیت روز و در دلیت کالوم، در اصل این دلیت سل هم اونمو گپ هست، گفته شیفت سل لفت، شیفت سل اپ، انتر رو، انتر کالوم، اینمی هم اونمو گپ هست، هیچ فرق نمونه، فقط برای سل آورده. نمیشه که یک خانه رو شما از لیست حذف بکنی ولی روی طرفش و طرفش باقی بمونه، امکان نداره، سر تا سر قد نه برای شما. پس این آپشن شما در اینجا هم به نام دلیت داره. اما یک چیز باید چون باشه که شما سل رو را دلیت منی، کالوم رو دلیت منی، کنترل زی پس میه، کنترل زی کار مونه. اما زمانی که دلیت میزنی، دلیت شیت میزنی، دیگه کنترل زی کار نمونه. تنها چانسی که داری متوجه باشی از اکسل خارج شو بگی دون زف. پس میه. اینی راه را داره شما. از اینجا که دلیت منید، کنترل زی میزنید، دیگه کار نمونه برای شما. مثلا رای دارید که سیف نمیدینی. اگر وام متوجه شده باشی تو، اگر نشته باشی که وام گه سیف. آره یه حواس شما باشه باز خواه ای به امون خاطر ببین مثلا از این راست کلیک مونم بگم دلیت تاییدی مره میگره مایکروسافت اکسل will permanently delete this sheet do you want to continue permanent چی رو میگه یکی permanently یکی پس کنترل زد کار نمونه خواه. از اینجا پس شما میتونید دلیت کنی، از اونجا میتونی دلیت کنی، هر دو تاش یک هست. بالای از این راست کلیک کنی بالایش به نظر من که انزرت و دلیت و رینیم و موور کپی و ویو کوت و مثلا ویو کوت این کار نمیشه ها، پروداکت شیت اینا رو کار کنیم برای شما
خب بذار رنگ اینی میار رنگ خلاص شوه. خب ایره خب بخیر مشکل نیست نه. پس بیا بالای شیت کلیک کنیم چند تا چیزی که با منجی با من سر میخوره اینجا کار کنیم. انزل خودی درج کردن چی میشن؟ حتما شیت میشن. سر از یک کلیک منی گفته چی ایجاد منی؟ ببین در قسمت جنرال که به ورکشیت ایجاد منی چارت ایجاد منی مایکروسافت اکسل باز مایکروسافت اکسل اینی فرمت هایی هست که شما اگر بخوای مثل فکر کو تمپلیت هست یا تمپلیت یعنی زمانی که در نیو ما واز میکنیم اکسل روزی اول فکر کنم مثل از واز از واوری هستم یعنی این مزیا میخوای ایجاد بکنی یا نه تازه سر از یک کلیک و بین چطوری جدول های ساخته شده هستم مثل که ویو ویو ما شما چی نیو ببخشی نیو اول که اکسل باز منیم ببین با او رقم باز میشه یا نه نمیشه چون ما او را حذف کردیم نه شاید متوجه شده باشید نیاز نیست خب این مثل از او هستم منظور چی هستم ما سری پس دوباره سری جنرال کلیک منو سر از یک کلیک کنم میم سر جنرال اینجا شما باز ازی ایجاد منید خب بعدش بگی اوکی مستقیم یکنش شیت ایجاد کرد بنام شیتی ده خب راست کلیک کنم دیگه شسته تلید خیاد دارید رنیم برای چی استفاده میشن؟ تغییر نام دو طریق شما تغییر نام میدنی یکی رقمی یکی دبل کلیک همین که دبل کلیک کنی هم اونم گپ هسته هیچ فرق نداره راست کلیک منید دیگه مور کاپی پیشتر کار کردیم برای شما تکرار ویو کوچ اگه بزنی مورا در صفحه ویژوال بیسیک برای ویژوال بیسیک همش کودینگ هسته همش کود میشه باز ایره که بخیر در پروگرام اکسل کار با کار مورا در اینجا نه دیگه یعنی زیادی کود یعنی موشه خیلی کار را شما از طریق کود هم شما انجام بدید پروڈکت شید مربوط امنیتی یک دونه شید میشه سر از این کلک کو ایره ما شما خوانده بودید نوشته گفته که allow all user of this worksheet تو به کدام یوزرها انسرزی اجازه داشته باشه یا نداشته باشه سلکت لاکت گفته اجازه است سلکت ان لاکت اجازه است اینی گزینه ها را مگر تگ مارک بکنی یعنی به این معنا که اجازه کار سرزی ها داره یعنی فرمت سل فرمت میتونی بدی فرمت کالم یا کالم را فرمت میتونی فرمت روز یا کالم را فرمت منظور از اینکه نه حذف بکنیم منظور از این است که رنگ روغن یا اندازه دادم میتونی برایش در صورتی که شما یا تگ مارک مونی یعنی بفهم که کار انجام دادم میتونی پس ما میگیم که نیاز نیست اما پسورد باید کار کنی کی را برای شما کار کردیم نه تکرار است نه دیگه چی هست به نام تاب کالر یعنی تاب ها را یا همین شیت ها را خوب تر بگیم که رنگ میدید شما این خیلی هایش که طرف چپ راست میپاره به این معنی هسته که یکش انگلیسی یکش فارسی آره پس راست کلیک میکنیم تاب کالر ممکنه که مثلا شما رنگ ها رنگ جا به جا کنیم مثلا این رنگ ها کمک مونه که شما شیت از شیت مورد نظر زود پیدا کنید مثلا فقط اینم قصد کار حالا سر از یک کلیک یک رنگ خاص بدید سر از یک کلیک یک رنگ خاص بدید ممکنه خیلی چیزا آدم نظر به رنگ ها هم خیلی چیزا نفر برای خود تنظیم کنه آنالیز سازی کنه یعنی مثلا ممکنه نظر به اگر فکر کو جدول ماشات باشه ممکنه بهار یک رنگ بدی تابستان یک رنگ بدی یعنی روب روب برای خود جدا کنه آره روب روب میشه جدا کنه به حساب سیستم افغانستان آره موشه شما باز جور کنید خب او رقمی برای خود ای آسان است تازه میتونی رنگ دلخواه هم جور کنی مور کالرز یعنی رنگ هایی بیشتر در قسمتی کاستوم میایی یک رنگی که زیاد خوش شاید داشته باشید این رقم یک رنگ مثلا میگیم اوکی به همون رنگ تنظیم شد درست چیده؟ میگم شیت خالی به سرش کلیک کنیم خیر خب دیگه چی هست هایت هایت هم مهم است خیلی از محتویات شیت میخوای کسی نبینه یا اصلا جدول جور شده هست اما اضافی است یک روزی مبادا ممکنه در کار شود به او خاطر شما هایت بنی سر از این کلیک کن با سر از این کلیک کو بگوی هایت سر از این کلیک کو بگوی هایت سر از این کلیک کو بگوی هایت ولی اگه پس خواستی آوردی بالای گزینه ان هایت کلیک بنی گفته کدام شیت میخوای پس بیاری شیت دو شیت سه ولی شیت های شما که میخوای هایت کنی حتما نام در از خود 20 تا شیت هایت کرده باشی ممکنه یک شیتی که شما نام شده تغییر داده یا نام آره او را پس بیاری شیت دلخواه خوره میگم شیت سه را پس بیار میگم اوکی شیت سه پس اگر باز راست کلیک کنیم میگم که شیتی مثلا 5 یا 4 پس بیار اوکی شیت 4 پس بیار آره در پرین برین باز نمیه خوبیشی هست آره باز خوبیش هم شما پرسان مونه که چی را میخوای بیاری کدام شیت را میخوای بیاری اینی خوبی ها را هاید و ان هاید سلکت آل شیت حتما کل شیت ها برای ما آره دیگه ای اگر سکر آه ای شما میتونید که عزیز چی ایجاد کنی رمز ایجاد کنی یعنی کسی دیگه که وارد نتنه چی باز نتنه مثلا اسکلت اکسل را میتونی لاب کنی مثلا ببین من یک کار کنم که کار میدی یا نمیدی اگر بستو هاید
حالی ما میخوایم که اینجا بین در قسمت Workbook Structure نوشته Workbook Structure ببینیم که پسورد بدیم برایش کار مونه یا نه. اوکی حالی بخوایم راست کلیک کنم هاید آن هاید کار میدیه نمیدیه، ولی متن وارد میتنه، محتویات وارد میتنه، شیت کم و زیاد و دلیت هم حتی نمیتنه، ببینه رینیم هم نمیتنه. شما میتونید در پروژه خود، در پروژه که در اداره دارید، پروژه کارهای مهمی که در اداره دارید میتونید کارا رو تنظیم بکنید. مثلا آره شما باز این کارا رو میتونید بکنید خود در عوض که یعنی امنیت فایل خود در دست خود کاربر هست، در نکنه که کما کارا رو یعنی یک چیز پایش داره. خب مورم پس دوباره حتما منوی فایل بری پروڈکت ورکبوک استرکچر پسوردی مورد نظر پس دوباره وارد مونی. اوکی حالی که راست کلیک کنی باز همه از یا برای تو برای کار برای کسی که مدیریت نه آزاد هسته، برای کسی که استفاده منه یا کار برشی هسته او دیگه خبر نداره چیز. همین ورکبوک بستم شده. آره ورکبوک ساختمانشی بستم شده در کلی. ساختمان مانند شیت ایجاد کردن، شیت دلیت کردن، شیت مثلا رینیم کردن، شیت رنگ دادن، الله خیلی چیزای شیت شده. خب این باز کار به فرمولای شما کار به اینا نداره، باز کار به انزرت کردن و درج کردن سل و رو هم ندارد. آره باز یک قسم قلف دیگه هم هست که او از این قدم خوبتر جالبتره، باز اون هم کار مونیم. مال تالا یک مثال گفتیم برای شما، مثال دومه دی اینج مونیم. خوبه که یاد شو بیه. خب این شد با این خلاص شد تا اینجا آمدیم سر فرمت چی؟ خب این چی کار کنیم؟ تب باقی مانده که خب مگم خیلی درس های جالب مانده، حیف که وقت نمیلید دیگه چی کار کنیم؟